سلام میکنم خدمت دوستانی که این مجموعه شش قسمتی رو دنبال میکنن در این مجموعه شش قسمتی میپردازیم به اینکه انقلاب ایران واقعا چه بر سر ایران آورد با ایرانیا چه کرد در جلسه اول بحث من در مورد این بود که انقلاب رو چگونه به جامعه ایران فروختند چه ملی ها مذهبی ها مارکسیست ها و غیره کسانی که انقلابی بودند انقلاب رو چگونه فروختند در چهارده بند توضیح دادم که بخش قابل توجهی از این فروختنها ها سازی و افسانه پردازی بوده با واقعیات اون روز همخانی نداره واقعیات رو هم هم من خودم چون در اون ماجرا شرکت داشتم مشاهدات خودم رو خدمتتون عرض کردم و هم مطالعاتی که بعدن شده اطلاعات و آماری که وجود داره اون چهارده تا افسانه رو نقض میکنه حالا اگر خواستید برید و اون جلسه اول رو در فیسبوک ببینین چارده افسانه رو خواهید دید حالا هر نظری دارید بعدا هم میتونید برای من بنویسید در جلسه اول من تلاش کردم که به سوالات دوستان جواب بدم سوالاتی که در فیسبوک بود اما به سوالاتی که به صورت ایمیل برای من فرستاده شده بود نتونستم برسم در شروع این جلسه دوم که در واقع پرداختن به علل وقوع انقلاب سال 57 هست به این 5 سال سوال جواب میدم بعد وارد بحث امروز میشم سوال اول این بود که شما چرا از عنوان انقلاب 57 استفاده میکنید و نه انقلاب اسلامی ببینید در ایران در سالهای 56 و 57 سه گروه عمده یا سه گرایش عمده در انقلاب حضور داشت نیروهای ملی نیروهای مارکسیست و نیروهای مذهبی هر سه گروه از این تعبیر انقلاب اسلامی استفاده نمی کردن. حتی در اون دوره برخی از عنوان انقلاب هم استفاده نمی کردن. صحبتشون قیام بود، نهزت بود، عناوین مختلفی استفاده می شد. این عنوان انقلاب اسلامی در ماهای پایانی انقلاب، در ماهای پایانی موفق شدن براندازی رژیم پهلوی از سوی بیشتر مذهبی ها استفاده می شد اونا بودن که انقلاب رو اسلامی نامگذاری می کردن. چون توافقی اجماعی در این زمینه وجود نداره لحاظ تاریخی بنابراین بخوایم از یه ترم دقیق تر صحبت کنیم انقلاب سال 57 انقلاب ایران در سال 57 یک ترم خیلی دقیقیه در مورد روسیه هم شما میگید انقلاب سال 1905 یا جنبش 2005 یا انقلاب سال 1970 یا در مورد چین یا در مورد کشورهای دیگه انقلاب رو با سال استفاده کنیم بدون اون عنوان ایدئولوژیکش معنای دقیق تری داره سوال دوم فرمودن محسن رضایی گفته بود بازرگان بزرگترین کلاهی بود که خمینی سر امریکا گذاشت با این ادعا موافق هستید ببینید وقتی بحث کلاه گذاری هست اینه که یک طرف کاملا زیرکانه داره یه کاری رو انجام میده طرف دیگر هم کاملا خام شده یا نادانه چنین چیزی نبوده در سال 57 امریکایی ها با شکلگیری یک جریان مذهبی تو ایران مخالفتی نداشتن اما یک جریان مذهبی رادیکال نمیخواستن خب طبعا گرایششون میرفت به سمت بازرگان خیلی نارضایی چندانی هم در اون دوره در دولت کارتر حداقل ما نمیبینیم که مخالف باشن جمعی از نیروهای ملی مذهبی بر سر کار بیان چنین تقابلی به شکل جدیش وجود نداره خب آقای خمینی آدم زیرکی بود گروه ملی مذهبی رو آورد هم اینها موجه بودن در جامعه همین که تجربه اجرایی داشتن نیروهای مذهبی تجربه اجرایی نداشتن روحانیون و بقیه اسلامیایی که بودن خب چند ماهی اونا کشور رو اداره کردن تا به تدریج از دست اونها کشور رو خارج کردن در مورد ملی مذهبی ها هم نمیشه گفت کلا افسرشون سرشون چون میدونستن دارن با کی طرفن و دارن با او کنار میان برای اینکه سهمی از قدرت رو بگیرن سهمی از قدرت رو هم گرفتن بلافاصله هم حذف شدن دعوای قدرت بود یعنی دعوا بر سر این نبوده که کسی اینجا مظلوم واقع شده مظلوم واقع نشده حقش خورده شده دعوای قدرت بوده بین ملی مذهبی ها و روحانیون و طرفدارانشون روحانیون و طرفدارانشون داستان رو بردن یا در برابر امریکا آی خمینی آدم زرنگی بود اومد حکومت رو گرفت ابتدا میگفت من میرم قم بعد برگشت تهران تمام این داستان ها دعواهای در واقع میان جناها و گروه است که بر سر قدرت دارن دعوا میکنن خب معمولا توی این دعواها هم یک طرف سهم بالاتری رو به دست میاره سوال سوم فرمودن داریوش همایون گفته بود انقلاب 57 یک انقلاب نالازم بود بر این باور است که حکومت علی رغم ایرادات قبلی میتوانست ایران را به جلو براند موافق هستید حتما موافقم چون حکومت می توانست. ایران رو به جلو ببره تمام شاخص ها شاخص های اجتماعی شاخص های اقتصادی نشون میده که حکومت پهلوی حکومت موفقی بوده در اداره جامعه ایران برخلاف تبلیغاتی که چهل ساله میکنند شما کافی فقط برید عدد عدد و رقم رو ببینید نرخ تورم رو ببینید نرخ رشد اقتصادی رو ببینید مقایسه کنید با سالهای همین چهل سال بعد از انقلاب میبینید که بهترین سالهای اختص... توسعه توسعه اقتصادی در ایران رو حکومت پهلوی دوم از آن خودش میکنه این که نالازم بود اگر به معنای جبر تاریخی بگیریم من معتقد به جبر تاریخی نیستم اینکه انقلاب چیز بوده یک نوع تعین تاریخی بوده که اتفاق بیفته نه می مردم ایران انقلاب نکنند می با اقلانیت بود ببینن چی به دست میارن چی از دست میدن البته در ایران نه نظام آموزشی نظامی بوده که این اطلاعات رو به اونها بده بر اساس اطلاعات تصمیم بگیرن نه فضای سیاسی فضایی بوده که بتونن اطلاعات لازم رو به دست بیارن نه رسانه ها یعنی از این جهت یه مردمی بودن کاملا در ادعا میشه که مردم ایران در سال 57 بسیار فرهیخته بودن خیلی دانشمند بودن اومدن به خیابان و انقلاب کردن اما ما مجموعه ای از نادانی ها رو میتونیم در پشت کنار هم ردیف کنیم که منجر شده به جهل منجر شده به انقلاب سال 57 سوال چهارم پرسیدن جمهوری اسلامی میگوید انقلاب اسلامی از سال 42 و از 15 خرداد آغاز شد چقدر صحیح هست؟ آیا می توان بین خرداد 42 و بهمن 57 خطی مستقیم کشید این سوال رو مطرح کردن دوستان جلسه گذشته هم ببینید اون بخش مذهبیش کاملا به جریان 42 متصله اون بخشی که حقوق زنها رو نفت میکنه اون بخشی که با شرکت خانوم در انتخابات مخالفه اون بخشی که به دنبال اجرای شریعته به دنبال بسته شدن مشروع فروشی هاست اون بخش مذهبی که در سال 57 مشارکت داشتن همون دنباله سال 42 هستن اما بخش مارکسیستش و بخش ملیش نه اونها دنباله سال 42 نبودن این از جهتی دنباله سال 42 هست که بعدا هم همین جریان حاکم میشه بعد از اینکه حکومت پهلوی سقوط میکنه و سوال پنجم فرمودن جمهوری اسلامی مدعی است انقلاب 57 زمین ساز عدالت اجتماعی در ایران و آبادانی روستاها شد آنها به جهاد سازندگی اشاره میکنند درست است فقط برای یک سال یعنی در سال 58 قبل از اینکه تنش های میان گروه ها شکل بگیره و قبل از اینکه جنگ آغاز بشه برای یک سال بود تخصیص داده میشد به گروه های داوطلب که برن و در روستاها ها فعالیت های بکنن خود من هم در یکی از این برنامه ها شرکت کردم در دانشگاه شیراز جمعی از دانشجوها از رشته مهندسی پزشکی بهداشت جمع شدن ما یک ماهی رفتیم یکی از روستاهای های اطراف شیراز در اون یک ماه کارمون این بود که لوله آب رو درست کردیم برای روستا طویله هاشون رو ضد کردیم برنامه آموزشی تو مدارس داشتیم همین گروه های دانش بعدم خیلی جالب بود که اصولا در میان افرادی که بودن مارکسیست بود مجاهدین خلق بود منم بودم که به هیچ کدوم از این گروه ها وابستگی نداشتم ولی خب در اون دوره نماز میخوندم مذهبی بودم آدم های مختلف بودن ولی هدف روشن بود که چیست دعوا دعواهای سیاسی نبود ولی خب بعدا دعواهای سیاسی بالا گرفت و کلا تمام اون فعالیت های داوطلبانه هم منتفی شد بعد از اون دولت بوده دولت مرکزی بوده دولت ما جهاد سازندگی هم در واقعش تبدیل شد به بخشی از دولت مرکزی با همه پوچهاش برای امتیاز گرفتن و بالا رفتن و نمیدونم خودی غیر خودی کردن و کی رو بگیریم کی رو نگیریم گزینش کنیم تمام مسخره بازیهایی که درست شد در جمهوری اسلامی گریبان این گونه نهادها رو هم گرفت این از پنج تا سوالی که دوستان کرده بودن جلسه گذشته و اما بحث امروز من بحث امروز رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم در مورد علل اینکه چرا انقلاب در ایران اتفاق افتاد تا فرصت بیشتری بود ده دقیقه دوازده دقیقه کلیاتشو عرض میکنم بعد میریم سراغ سوالات فکر میکنم تو سوالات بهتر بشه این مسائل رو باز کرد و اما چرا انقلاب 57 اتفاق افتاد اگر من مشاهدات خودم رو مطالعات خودم رو بگذارم در کنار همه آنچه که دیگران گفتن چون من ادبیات مربوط به انقلاب رو خیلی بهش علاقه من بودم مثلا یکی از رشته های جامعه شناسی است جامعه شناسی انقلاب علاقه بودم دنبال کردم این کاملا مسلط هستم به این مباحث بخوام یه مخرج مشترکی بگیرم از همه آنچه که در مورد انقلاب گفته شده چهار در مورد علل وقوع انقلاب در سال 57 چهار علت رو ذکر کردند گروه های مختلف محققان مختلف ایرانی، امریکایی، اروپایی روی این چهار علت نوعی در واقع توافق وجود داره علت اول شکاف عمیق میان انتظارات فضاینده مردم چون کم کم داشتن آشنا می شدن با جوام توسعه یافته و اون طرف افزایش رفاه یعنی افزایش رفاه به اندازه انتظارات فضاینده مردم نبود رشد اقتصادی خب بی نظیر بود کم نظیر بود تحولات سریع اقتصادی اجتماعی داشت تو جامعه اتفاق می افتاد انتظارات خیلی بالا رفته بود اما حالا چه بگیم حکومت چه بگیم نهادها، اینها نمی به اون انتظارات پاسخ بدن در بسیاری از جوامع هستن مردم فقیرن عقب مانده هستن ولی مطالبه تغییر حکومت رو هم ندارن انتظاری هم ندارن اما در ایران خب چه این انتظاری وجود داشت علت دوم تولید ایدئولوژی بود از اسلام که بخش قابل توجهی از مذهبی ها رو به فعالیت های انقلابی میکشوند افرادی مثل شریعتی بازرگان در سمت روشنفکرای مذهبی یا روحانیون مثل آقای متحری همه در حال ایدئولوژی سازی بودن از مذهب اون طرف هم روشنفکران سکولار هم نوعی بازگشت به شرق و بازگشت به خلاصه اون دنیای خیالی و رویا پردازی ایدئولوژی سازی در اون دوره به شدت قدرتمند بود و اینکه ما یه هویتی غیر از هویت غربی داریم همیشه غربی شده و اینا فقط هم حرفایی نبود که مذهبی ها بزنن سکولار ها مثل آقای شایگان و نراقی و بقیه اینا این داستان ها رو می بافتند برای اینکه یه هویت جداگونه ای از هویت غربی درست کنن خب ولی جریانی که حاکم بود حکومت همپیمان بود با دولت های غربی این یک نوع شکاف شکاف گفتمانی ایجاد کرد بین روشنفکرها و بخشهایی از تحصیل کرده ها و حکومت علت سوم باز بودن دست نیروهای مذهبی بود برای شبکه سازی حکومت ملی ها رو کنترل کرده بود با زندان و بازداشت مارکسیستا رو کنترل کرده بود با زندان و بازداشت برخی از گروه های مذهبی چپگرا رو هم کنترل کرده بود مثل مجاهدین خلق تقریبا اینا از بین رفته بودن تا سال 55 چیز چندانی از اینا باقی نمانده بود غیر از آدمایی که تو زندان داشتن اما دست روحانیون دست برای شبکه سازی مسجد سازی اینها باز بود آقای خمینی هم خیلی خوب از اون شبکه استفاده کرد این شبکه نقش خیلی مهمی رو در انقلاب بازی کرد شبکه مساجد 27 هزار مسجد چیز کوچکی نیست در سر حتی همه اینا با انقلاب نبودند اما وقتی که جریان بالا گرفت اینها همه تبدیل شدن به اون بستر اصلی و چهارم بسته بودن فضای سیاسی تاسیس حزب رستاخیز بدون پشتوانه ایدئولوژیک در عین اینکه مطالبه برای مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی در جامعه وجود داشت اینا شکاف های مختلفی رو ایجاد میکرد حکومت هم قادر به پر کردن این شکاف ها نبود اما این گونه شکاف ها این گونه انتظارات در بسیاری از جوامع وجود داره و اون جوامع به انقلاب و براندازی نمیرسن این حکومت بود با ناتوانیهاش با مشکلاتش که فضا رو خیلی آماده میکرد برای اینکه انقلابیون بتونن پیروز بشن در واقع سوال دوم سوال اول اینکه که دلایل ساختاری انقلاب چی بود سوال دوم اینه که چطور شد که انقلاب پیروز شد چون خیلی از اون دلایل ساختاری تو جوامع دیگر هم هست اینجا به چهار علت من اشاره میکنم علت اول کندی و ناکارایی ماشین سرکوب حکومت پهلوی بود ارتش که بعدا ازش استفاده شد برای اینکه کنترل خیابانی به دست بگیرید ارتش برای سرکوب درست نشده بود بسیج سپاه از ابتدا برای سرکوب خیابانی برای کنترل برای امنیتی کردن فضا درست شدن و به همین دلیل هم در طی این چهارده تا حدود زیادی موفق بودند اما ارتش جمهوری اسلامی یا پلیس جو... ارتش شاهنشاهی یا پلیس یا ژاندارمری اینها برای اون هدف اصلیشون امنیت کشور تاسیس شده بودند و قدرت سرکوب سرکوب اعتراضات خیابانی رو نداشتند علت دوم فضای مناسب بین المللی بود چون در اون دوره فضای سیاسی بین المللی رسانه ها مثل امروز دست چپا بود امروز هم دست چپ شما فقط نگاه بکنید به نوع برخورد هایی که امروز یعنی در واقع اتحادی که میان اسلامگراها و چپ ها چه در اروپا و چه در امریکا وجود داره خیلی چیز دیگه در... مسئله پنهانی نیست که من بخوام برای شما آشکار کنم دموکرات ها دو تا نماینده از ایالاتی که جمعیت مسلمانی بیشتری دارن دو تا خانم اومدن هر دو مسلمان ضد اسرائیلی در حزب چارچوب حزب دموکرات هم اومدن بالا و رسیدن به کنگره در ادبیات شورای روابط خارجی هر روز تمجید میکنن از آقای قاسم سلیمانی از آقای خامنه ای شما به سی نگاه بکنید به ام اس نگاه کنید به شبکه‌های مختلف خبری تو امریکا نگاه بکنید اینها با اسلام گرایی هم جزء این ظرفشونه معتقدن که باید خیلی متنوع باشه این ظرف سیاسی با مسلمون ها نه فقط حتی مسلمان های اسمی مسلمان های اسلام هم در ظرف اینها جا میشن این دا داستانی است که در کشورهای غربی متاسفانه اتفاق افتاده من به تفصیل در مورد اینها نوشتم چندی مطلب در کیهان لندن نوشتم که چطوری اینها به هم وصلن حتی مثلا شریعت حتی در مورد شریعت هم شما اگر یک جایی یک گروهی بیان علیه شریعت دنبال این باشن که شریعت رو ممنوع کنن در ایالت خودشون چپ ها میدن مخالفت میکنن از شریعت دفاع میکنن این در اون دوره هم به همین شکل وجود داشته در جد چپ کاملا در خدمت انقلاب اسلامی بوده انقلاب خمینی این داستان هایی که در مورد اینکه بی بی سی آیت الله بی, بی سی بی بی سی در خدمت آی خمینی بوده اینها، اینا یک داستان بزرگتری چتر بزرگتری داره اون چتر بزرگترش اتحاد چپ و اسلام, اسلام گرایی مبانیش مبانی چپه ضد امپریالیست ضد سرمایه‌داری ضد اسرائیلی ضد تمدن غربی ضد فردیت گرایی ضد آزادی های فردیه اینا کاملا با هم متحدن هیچ چندانی ندارند. از همین جهت هم هست که من در بخش زیادی از نوشته هام پرداختم توضیح دادم که چطور اینها به هم متصل میشن در اون دوره هم فضای بین المللی افکار عمومی کاملا م... م... چیز بود مهیا بود برای اینکه در ایران یه حکومت مذهبی بر سر کار بیاد علت سوم فقدان یک هسته تصمیم گیر بود در رژیم پهلوی برای مدیریت بحران ها این هسته وجود داره امروز در جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی در سپاه در جای دیگه اینا مرتب هر روز میشینن یه گروهی تصمیم میگیرن که در برابر این کار چیکار کنن به اعتراضات و مشکلات رو مدیریت میکنن حل نمیتونن بکنن ولی مدیریت میکنن، در همین همین امروز گزارش عفو بیرنامل منتشر شده که در سال 2018 7000 نفر بازداشت شدن این بخشی از اون مدیریت اعتراضات و در واقع ماشین سرکوبی که داره کار میکنه در کارش هم تا حدود زیادی موفقه در جمهوری اسلامی اگر تمام نهادها فشل و مشکل دار باشن ماشین سرکوبش به خوبی هر روز کار میکنه و چهارم سیل وعده های رهبران مذهبی آقای خمینی هم برای توده مردم هم برای روشنفکرها به روشنفکرها که میگفتن ایران مثل جمهوری فرانسه خواهد بود مارکسیست هم آزادن زن آزادن هر جور خواستن لباس بپوشن مارکسیست ها آزادن مسیحی ها هم, هم تمام این حرفایی رو که چهل سال مخالفان حکومت میگن آقای خمینی در پاریس تمام اینها رو همه رو خل کرد و همه همه این, همه این آزاده بعد روز اولی که اومدن شروع کردن به اینکه خلافش عمل کردن به مردم عادی هم کم درآمد هم وعده های الا ماشاءالله میدادند که برق مجانی آب مجانی اتوبوس مجانی زمین به همه میدیم هم تموم وعده ها رو یعنی یک دنیای خیالی و در واقع مردمی که این با اینها رو باور میکردند هم البته قابل سرزنش هستند نه فقط رهبرانی که این وعده های خیالی و دروغین رو به جامعه میدادند اون مردمی هم که اینا رو باور میکردن اونها هم قابل ملامتن یعنی یه ماجرای دو طرف است صرفا اینجا نباید ما روحانیون رو مورد ملامت و سرزنش قرار بدیم که آمدند و به جامعه ایران دروغ گفتند یا های بیهوده و باطل دادند این چارچوب بحث امروز هم علل ساختاری شکاف ها انتظاراتی که منجر شد به اینکه بخشی از جامعه حداقل حکومت پهلوی رو نخوان و فعال بشن در یعنی از معترض توی خونه به معترض خیابانی تبدیل بشن و از اون طرف هم چهار علتی که باعث شد رژیم پهلوی نتونه شرایط رو کنترل کنه این بحث مختصر امروز ما ما در جلسه دوم هستیم از شش جلسه ای که در مورد انقلاب سال 57 صحبت می کنیم در جلسه اول پرسش محوریمون این بود که انقلابی ها چگونه انقلاب رو می فروشند یا در واقع افسانه هایی که در مورد انقلاب گفته شده در طی این 14 دهه جلسه دوم بحثمون در مورد علل رویداد و علل پیروزی انقلاب بود که من چارچوباش رو خدمتون عرض کردم بله سوالاتی رو دوستان برای من فرستادن من یک به یک به این سوالات میپردازم سوال اول دوستان توانا آیا اگر انقلاب رخ نمیداد و همان سیستم ادامه پیدا میکرد ما میتوانستیم امروز در قامت یک کشور اروپایی باشیم ببینید اینا شرطیه های تاریخی است خیلی کار دشواری است پاسخ دادن اما معمولا در پیشبینی ما در چارچوب علم آمار میگن اکستراپولیت میکنیم در واقع میپریم جلوتر بر اساس واقعیات موجود با اون رشد اقتصادی که در دههای های چهل و پنجاه ایران داشت و با سیر صنعتی شدنی که در اون دوره وجود داشت خب ابتدا منتاج بود قرار نبوده کشوری که هزار سال عقب مانده است یک مرتبه صنعت درونزا داشته باشه با اون در واقع شما اون دوره اگر کره جنوبی رو یا ترکیه رو با ایران مقایسه کنید میبینید که وضعیت ایران نسبت به کره جنوبی و ترکیه اصولا عقبتر نیست بلکه در یک موارد ایران حتی جلوتر هم هست اگر همون سیر ادامه پیدا میکرد سرمایه گذاری خارجی اومدن تکنولوژی غربی و در واقع همپیمان بودن با کشورهای غربی تداوم پیدا میکرد امروز اصلا وضعیت کاملا یه چیز دیگری بود یک دنیای دیگری رو در ایران ما شاهدش بودیم انقلاب غیر از خسارت حالا در یک جلسه من در مورد دستاوردها اینو صحبت میکنم غیر از خسارت و خسارت و فلاکت و بدبختی چیزی برای جامعه ایران به بار نیاورده اون چیزهایی هم که میگن آمارایی که میدن در مورد رشد علمی اینا همش تبلیغات سیاسیه وقتی شما ریز بشید در اون آمارها یا در اون ادعاهایی که میشه در مورد سلاح تبلیغات سیاسیه چون بخش قابل توجهش از خارج میخرن در مورد برنامه اتمی بخش قابل توجهش و اینها از خارج خرید اصلا بعد داستان س... تاسیسات اتمی تکنولوژی جدیدی نیست در دنیا که اینها اختراع خاصی کرده باشد یا تکنولوژی مال هفتاد سال پیشه تونستن این امکاناتشو بخرن از جای مختلف از پاکستان از کره شمالی یا تجهیزات دوگانه ما تحول تکنولوژی توسعه به معنای واقعی کلمه که شما مواجه نباشید با حدود 70 درصد از جامعه که عقب مانده نگه داشته شدن نباید تهران و بالای شهر تهران و چند تا محله شیراز و مشهد و اینا رو با تمام کشور نمیشه مقایسه کرد حتی اینایی که معمولا این خبرنگارایی که میان چون همراه دارن همراهانشون میبرنشون میدونه ونک و تو پاساژ و اینها بعد اینا گزارش میدن که خیلی وضع ایران خیلی خوبه و مثل جای دیگه دنیاست نه اینجوری نیست باید یه سفری درود و نمیدونم ازنا و تبس و بهمو اینجا اونجا جا برن بعد وقتی برن میفهمن که ایران چه وضعیتی داره یک کشور کاملا بر اساس آنچه که داشت اتفاق میافتاد نه بر اساس خیال و رویا بر اساس روندهایی که در دهه های چهل و پنجاه در ایران در جریان بود اگر همون روندها ادامه پیدا میکرد امروز ایران من نمیگم بهشت بود اما یک سرزمینی بود حداقل در قد و اندازه های ترکیه یا کره جنوبی سوال دوم برمودن به نظر شما انقلاب 57 چه تأثیری در فرهنگ عمومی مردم گذاشته است فرهنگ عمومی مردم رو شما اگر تفکیک کنید به بخشیش اخلاق اخلاق اجتماعی بخشیش میراث فرهنگی ملی و بخشیش هم آنچه که در جامعه قرار هست در بخش فرهنگ و هنر تولید صورت بگیره در هر سه بخش غیر از فاجعه اتفاق دیگری نیفتده از حیث اخلاق اجتماعی که جامعه ایران یک وضعیت بسیار اصفناکی داره شما فقط به دروغ تقلب نه فقط هم در سطح مقامات نگاه بکنید ببینید که خودتون کسایی که در ایران زندگی کردن من لازم نیست قضاوت کنم ببینید که ایران در چه وضعیتی است از حیث میراث ملی ببینید که چه برسر آنچه که در ایران باقی مانده بود در ایران گفته میشه بوده یک میلیون بنا و یادگار تاریخی وجود داره ببینید چه بر سر اونها اومده اینا آماراش هست حتی آمارای دولتیش هست که چه بر سر اونها اومده چه بخشش از کشور خارج شده چه بخشش نابود شده چه بخشش رو میخواستن نابود کنن و کردن چه بخشش رو میخواستن نابود کنن و نشده اینها کاملا میشه تفکیک شده رفت و چه پیدا کرد در بخش اون هنر و فرهنگ رایج هم دولتی شده شما بخش خصوصی به بنای دقیق کلمه ندارید در یک یادداشتی در کیهان لندن من هفته گذشته نوشته بودم در مورد وضعیت ایران بر تو بخش فرهنگ هنر برید آمارا رو ببینید آمار سینما رفتن آمار روزنامه آمار کتاب نگاه کنید ببینید که چه وضعیت اسفباری است که امروز در ایران در جریان هست در, س... در اواخر دهه دحیه... 60 حتی نه سال 57 در اواخر دهه 60 در ایران سالانه 90 میلیون بلیت سینما فروخته می شده. در اواخر دهه 90 این به حدود 10 میلیون میرسه یعنی یک نه برابر کم میشه 900 درصد کاهش پیدا میکنه این آمارها رو اگر این آمارهای دولتی هم هست این هست که من از کسی گرفته باشم آمارهایی که منتشر شده نگاه بکنید ببینید چه برسره اگر بخوایم با آمار صحبت کنیم اگر بخوایم با احساسات صحبت کنیم اون حرفای دیگری است بله ما اول قدرت ها رو به چالش کشیدیم نه بیم جزئی ببینیم که تو زندگی مردم واقعا چه اتفاقی افتاده سوال بعدی پرسیدن به نظر شما اگر گروه مجاهدین خلق قدرت رو میگرفتن به صورت دموکراتیک تر حکومت میکردند با شناختی که من از مجاهدین خلق اون دوره دارم البته اینها در طی این چهارده تغییراتی کردند اما مجاهدین خلق اون دوره تفاوت زیادی با اسلامگراه طرفدار آقای خمینی نداشتند. اونها هم یک گروه تمامیت خواه بودن دنبال این بودن که یک سیستم خاصی رو بر مردم تحمیل کنن هم اقتدارگرا بودن هم تمامیت خواه بودن حالا شکلش ممکنه یه تفاوت هایی میکرد چون متحد کامل روحانیون نبودند. یه تفاوت هایی میکرد شاید مثلا یه کارایی رو نمیکردن مثلا سنگسار شاید نمیکردن چون تو ادبیاتشون کمتر من رو دیدم یا مثلا دست ممکنه قطع نمیکردن اما اینکه حجاب رو بر مردم تحمیل کنن مشروب فروشی رو ببندن تو اون زمینه ها خیلی تفاوتی با بقیه اسلامگراها نداشتند این چیز مشاهداتی است که من در اون دوره داشتم از اینها ادبیاتشون هم اینها رو نشون میده شما نگاه بکنید در ادبیات مجادله خلق در سال 57 58 تا حدی که نشریاتشون بیرون میومد نشریه مجاهد ببینید آیا اینها واقعا با موجب با حجاب اجباری مخالفت کردن حرکتی نمیدونم دموکراسیونی کاری کردن نشون بدن که با این حجاب اجباری با حجاب اجباری خانم ها مخالفت آیا جایی مخالفت کردن که زنها رو فوج فوج از ادارات بیرون میریختن به دلیل اینکه قبلا مثلا دامن کوتاه میپوشیدن اینها رو شما در ادبیات مجدد خلق متاسفانه نمیبینید من بر اساس اون روز قضاوت میکنم امروز باید رفت و ازشون پرسید که دیدگاهشون چه تفاوت هایی کرده سوال بعدی فرمودن چرا ارتش بود فردوست به شاه خیانت کرد آیا درست است که او به ساواک دستور داد که با جمهوری اسلامی همکاری کند من معمولا از این ادبیات خیانت و خدمت و اینها استفاده نمی کنم چون اینا تمای ارزشی و خیلی دشوار هست که شما در چارچوب های بخواید واقع گرایانه و علمی به سراغ موضوعات برید از این تعابیر نمیشه استفاده کرد اما واقعیتی که وجود داره این که بخش قابل توجهی از نظامی ها هنگامی که حکومت شاه در حال فروریزی بود طبعا پرچم جمهوری اسلامی رو بلند کردن چون میخواستن تو کشور بمونن تو کشور میخواستن زندگی کنن بسیاریشون همکاری کردن ساواک در مورد ساواک هم اگر خاطرات فردوس رو بخونید که بخش قابل توجهش مصاحبه سعید حجاریان هست با آقای فردوست اگر اون خاطرات رو بخونید میبینید که بخش خارجی ساواک دست نخورده باقی موند یعنی اون اطلاعات و امنیت اون جایش که مربوط به جاسوسی در کشورهای دیگه بود یا اطلاعاتی مربوط به اونها بود اونها دست نخورده باقی موند صاف تحویل جمهوری اسلامی دادن نیروهایی هم که اونجا بودن با جمهوری اسلامی همکاری کردن از اون جهت میشه گفت که خب بخش قابل توجهی از ساواک ساواک اون بخش امنیت داخلیش که افرادی رو بازداشت میکردن اونها رو گرفتن محاکمه کردن بخیا رو کشتن ولی بخش مربوط به امنیت خارجیش رو چون از ابتدا احتیاج داشتن به این داستان اون رو خیلی دست نزدن و همونطور هم ادامه پیدا بعد از چهار ده اون نسل کاملا کنار رفته و نسل تازه ای اومده کارها رو به دست گرفته و سوال آخری که برای من فرستادن دوستان توانا آیا درست است که خمینی دنبال بحران خارجی بود تا انقلاب 57 را تثبیت کند او خودش از مردم عراق میخواست علیه صدام به پاکی زن و هم گفته بود جنگ برای ما نعمت است ببینید اینکه جمهوری اسلامی به طور کلی در چهاردهه گذشته یک رژیم بحرانزا و رژیم بحرانزی بوده بحران اصولا این رژیم بحران رو دوست داره چون چیز دیگری برای عرضه نداره میخواد بگه که من بحران ها رو مدیریت میکنم میخواد بگه که مردم مشکل امنیت دارن اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه ایران از بین میره ایران نابود میشه سوریه میشه لیبی میشه تمام این داستان های سوریه لیبیایی نمیدونم فلان تمام تبلیغات کسانی است که میخوان جمهوری اسلامی بماند اینها همواره گفته شده و درش هیچ شما چارده رو با هم نگاه بکنید میبینید که تفاوت چندانی نکرده از روز اول در مورد جنگ هم البته نیروهای انقلابی از روز اول خواهان این بودن که بحرین رو پس بگیرن عراق رو بگیرن بعد یکی یکی جنبش های آزادی بخش درست کردن دنبال این بودن که یک امپریالیزم اسلامی در, در دنیا درست کنن دنبال امت سازی بودن نه دنبال ملت سازی اصولا ملت برای اینا بی معنی بود تو چارچوب مارکسیستیش هم این جا می شد ها معتقد به ملت نیستن این مارکسیستایی که ادای میهن پرستی در میارن این برخلاف ایدئولوژیشون هست مارکسیزم یک ایدئولوژی گلوباله مثل اسلام اسلام هم یک ایدئولوژی گلوباله این که یک ملت خاصی رو منافع ملی خاصی رو امنیت ملی گروه خاصی رو شما متقدم قرار بدید اصولا با مبانی مارکسیس مبانی اسلامیز اینا نمیخونه خب با این مبانی شما هر روز باید بحران درست کنید اصلا چاره غیر از بحران سازی ندارید به همین دلیل هم خدمتون عرض کردم که جمهور اسلامی از روز اول گروه هایی که سر کار اومدن اینها به دنبال بحران زایی و زندگی در این بحران ها بودند همچنان هم به همین شکل هست فرمودن در فیسبوک آه... که م... یه کسی از من آه... احوال پرسی کرده خیلی ممنون آه... نفر بعد آه... زمانی که در فرانسه روشنفکران قرن یعنی جان پول سارت و میشل فوکو و سیمون دوبوار فرانسوی در متح خمینی مقالاتی چند در فیگارو و لیبراسیون چاپ می و طبیعتا افکار جمعی هم به آنها به واسطه جایگاهشان اعتماد میکرد از مردم عامی ایرانی چه انتظاری میتوان داشت البته هر کسی به جای خودش ببینید نمی شود شما در یک فاجعه ای که در یک کشور اتفاق میفته افراد رو مسئولیت مسئولیت فردی است مسئولیت صرفا جمعی نیست من،, من من 17 سالم بوده زمان انقلاب 17 18 سالم بوده خب جذب جریان شدم میرفتم جلسات های بازرگان رو میرفتم گوش میدادم یا مسجد آقای قفاری مثلا در تهران نو میرفتم این که من جذب اونها شدم ناشی از نادانیم بوده در اون در 17 18 سالگی یا آدم 17 18 ساله میتونه آدم عاقلی باشه میتونه نگاه بکنه به اینکه آقا این سرنوشت چی میشه کسی در برای ما نه خانواده نه رسانه ها نه نظام آموزشی کسی در برابر ما گزینه های مختلفی رو نگذاشته بود که ما از میانش انتخاب کنیم درسته این گزینه ها نبوده اما من هم قربانی وضعیت نبودم من هم قدرت انتخاب داشتم میتونستم جلسات آقای بازرگان و جلسات آقای هادی غفاری نرم میتونستم با انتخاب خودم اینا ببینید مردمی که یک خطای تاریخی رو متوجه انجام میدن باید مسئله نپذیرن هیچگاه نمیشود اینها رو تصحیح کرد جریان چپ بوده 100 150 سالی که جریان چپ در دنیا بوده امروز هم هست امروز هم نگاه کنید شما بخش قابل توجهی از ادبیاتی که هست مقالاتی که در مورد ایران نوشته میشه اینا مال جریان چپه جریان چپ که امروز کاملا با جریان اسلامگرا هم اینها با هم چفت شدن کاملا با هم دارن عمل میکنن خیلی نزدیکن این اصلا چیز پیچیده ای نیست آقای وقتی آقای جانکری آقای ظریف اینا داداشی میشن در سطوح بالاش در سطوح پایینش هم کاملا این هماهنگی ها وجود داره امروز جریان چپ مارکسیستی کاملا مواضعشون در مورد شرایط ایران با جریان اسلامگرای اصلاح طلب هم. کاملا هماهنگه خیلی اینا فاصله چندانی با هم نداره اینها رو باید ما به نظرم هر کسی مسئولیت داره و سهم خودش رو باید در ماجراها ببینه پرسیدن کتاب آقای ثابتی تا چه حد درست و دقیق است وگرنه کجاهاش خلاف و اشتباه نظر شخصی شما ببینید کارهایی رو که افرادی رو که درگیر خودشون با یک ماجرای درگیر هستند مستقیم یک کسی دانشگاهی کارش از ابتدا پژوهش بوده با روش های علمی کار میکنه اون رو شما میتوانید اعتماد کنید بخش قابل توجهی مگر اینکه با مبانیش با متدولوژیش ببینید از متدولوژی درستی استفاده نکرده اما کسانی که یه جایی در مسئولیت بودن مثلا آی ثابتی خب رئیس ساواک بوده مسئولیت داشتند و بر اساس مسئولیتشون تجربیاتی داشتن این تجربیات وقتی انتقال میدن شما همیشه باید با دیده تردید به اینها نگاه بکنید چون بلا استثناء افراد به دنبال اتهام زنی به خودشون به دنبال محاکمه خودشون انتقاد از خودشون نیستن به دنبال توجیه شرایطی هستن که درش قرار داشتن باید با دیده تردید نگاه کرد مگر اینکه اطلاعاتشون رو دیگران تایید کنند یعنی اطلاعات فکت باشه این فکت ها رو مثلا اینکه ساواک هزار نفر کارمند داشته یه کتاب چهی بعد از انقلاب منتشر شد تو ایران اسامی مثلا کسانی که تو ساواک کار میکردن بعد اون ثابتی هم بیاد بگه آقا نه این 3000 مثلا 850 تا بوده خب به حرف او اینجا میشود شود وقع گذاشت و با منابع دیگه چک کرد ببینیم واقعا کارمندان ساواک در اون دوره چقدر بودن اما در مورد تحلیل ها چندان من اعتماد نمی کنم بکست. مثل این بود که شما جمهوری اسلامی رو بخواید از زاویه چشم آقای هاشمی رفسنجانی بشناسید نمی شود. یه نکاتی رو ممکنه یه جایی گفته باشه شما اعتماد کنید مثلا فکته مثلا آقای رفسنجانی اخیرا دیدم یه کسی یه سایتی مواردی رو که ایشون گفته بود که روحانیون رفته بودن برای معالجه به خارج یکی یکی در خاطراتش یکی یکی نوشته بود خب رو میشه قابل قابل اعتماده چون آقای رفسنجانی قصد خاصی نداره که دروغ بگه که آقای مثلا اردبیلی برای معالجه رفته مثلا اروپا رفته اسپانیا رفته بریتانیا رفته جای دیگه میشه یه جایشون اعتماد کرد اما تحلیل ها رو من چندان اعتماد نمیکنم واقعیت هم همیشه چک میکنم. ببینم که واقعا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست سوال بعدی پرسیدن زمانی که روشنفکران نه همون که من خوندم محمد رزاشای پهلوی مثل پدرش یک دیکتاتور سکولار تجددخواه بود تاریخ به ما آموخت که در خواهر ای که مستعد ظهور اسلامگرایان و چپ هاست رهبران سکولار تجددخواه حتی اگر دیکتاتور هم باشند آب حیاتند باید قدرشان را دانست خب امروز مردم ایران چون تر شدند میتونن مقایسه کنند خب طبعا وقتی که میبینن سکولاریزم توسعه و در کنارش مثلا جامعه بسته سیاسی و اون طرف هم آزادی های اجتماعی خب میگن که حکومت پهلوی چون جمهوری اسلامی همه اینها رو از بین برد نه آزادی های فردی وجود داره نه توسعه وجود داره نه دموکراسی وجود داره خب مقایسه میکنم میبینن خب اون شرایط طبعا بهتری میتونه باشه معمولا هم آدم ها مجبورند بین گزینه هایی که در برابر چشمشون هست انتخاب کنن اما من معتقدم که ایران میتوانست البته یا امروز هم میتواند شرایط بسیار بهتری داشته باشه اگر افراد و گروهها و نهادها منافع خودشون رو تشخیص بدن و در چارچوب های اقلانی حرکت کنند مردم ایران چه در سال 57 چه در سال نمیدونم 67 چه امروز در سال 97 مردم ایران شایستگی رژیمی بهتر از این رو دارند حالا تا چه حد بهتر اوناش قابل بحثه ولی شرایط ایران شرایط مثلا سودان نیست ولی خب آقای خامنه ای با عمر بشیر خیلی تفاوت زیادی نداره متاسفانه سوال بعدی تشکر کردن خیلی ممنون گفتن که بعدی شاه درکی از جامعه نداشت اما انقلابی اون هم درکی نداشتن باید شاه رو با مخالفانش سنجید البته در مورد شناخت مردم شاه شناخت درستی نداشته ولی در بقیه موارد شاه یک سرگردن از مخالفانش بالاتر بود ببینید این کافی نیست که یک فردی که خودش در مقام اداره کشور هست یا مسئولیت اداره کشور رو داره درک بالاتری از بقیه داشته باشه این این دموکراسی معنیش این نیست اتفاقا دموکراسی یعنی حکومت آدمای متوسط در امریکا وقتی ترامپ انتخاب شد خیلی جا خوردن نه مردم عادی هن. مردم عادی دموکراسی واقعا یعنی همین معنی دموکراسی نیست که یه گروهی رو یه سری آدمای نخبه بذارن بگن آقا اینا همیشه همینا باید باشن نه دموکراسی مردم آدمای متفاوتی رو انتخاب میکنن ممکنه که مثلا آقای ترامپ رو یه روز انتخاب کنن یه روز آقای اوباما رو انتخاب دلایل متفاوتی هم دارن یه روز هم مثلا کارتر رو انتخاب کنن در انتخابات محلیشون هم انواع و اقسام آدم ها انتخاب میشن شما کافیه تو انتخابات محلی شهر ایالت به شرکت کنید ببینید چه کسانی میان و شرکت میکنن مثلا یه کسی از تو نیویورکی حزب داره به اسم اینکه اجاره خونه ها خیلی بالاتره دی بعدم توش حتی چیز هست لعنت هم هست که این اجاره های لعنتی خیلی بالاست یه گروه هایی هم میرن به اون آقا رعی میدن به ما چرا آدم انتخاب مختلف دارن مهم درک عمومی است مهم پر کردن این شکافه که درک عمومی و درک مقامات از شرایط اوضاع به هم نزدیک باشه رهبران خوب مردم جلو باشن ولی یه قدم و مردم هم اینها انتخاب کرده باشند ما نیازی به فیلسوف شاه و حکیم و اینها نداریم در, در سیاست دموکراسی اصلا اینجوری نیست دموکراسی مردم به کسی رأی میدن اگر نخواستن چهار سال بعد دو سال بعد نظرشون رو عوض میکنن این اصلا مسئله این نیست که انقلابیون چه درک درکشون بالاتر بود شاه درکش بالاتر بود مهم می بود مهم این است که در اون دوره درک عمومی مردم از منافعشون از مطالباتشون از اینکه واقعا به دنبال چی هستن درک عمومی مردم پایین بوده و حاصل شده این فاجعه ای که ما چهار دهه باهاش در دست در گریبان هستیم خب من این سوال رو که جواب میدم دیگه سوال آخری است چون زمان طولانی میشه و دوستانی که این برنامه شرکت میکنن ممکنه که براشون خستگی آور بشه به همین دلیل هم من معمولا صحبت خودم کوتاه میکنم جلسه هم تا 45 50 دقیقه به اتمام میرسونم سوال آخر گفتن یک سال در مورد قانون اساسی مشروطه و نقش اجرایی یا تشریفاتی شاه اختیارات شاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن کاملا اجرایی بود اصل 48 انحلال دو مجلس سنا و ملی را به شاه داده بود ببینید معمولا در همه کشورها اینطور هست که اون مقام بالاتر اجرایی بالاخره از یک اختیاراتی برای استفاده در یک شرایط ویژه برخوردار هست چون مخاطراتی برای کشور ممکنه ببینه نمیشود کسانی که در مقامات اجرایی هستند اینها رو کاملا محدود کرد یه محدودیت هایی میشه گذاشت ولی در یه مواقعی اضطراری ملکه انگلیس هم اگر شرایط رو بسیار بد ببینه اینکارا نکردند ها و نمی کنند خیلی به ندرت ممکنه که این کار انجام بشه اما اگر فرض کنیم یه شرایط بحرانی به وجود بیاد ملکه انگلیس هم ممکنه که دستور انتخابات مجدد بده اینها برای شرایط ویژه هست متاسفانه در ایران به دلیل فقدان نهادهای قدرتمند به دلیل فقدان نهادهای مدنی قدرتمند کسانی که در این مقامات قرار می گیرند از این اختیارات ویژه سوء استفاده می کنن. بلاخص در جمهوری اسلامی دیدیم که آقای خامنه ای مرتبا حکم حکومتی و نمیدونم دستورات ویژه و نهادهای انتصابی و اینا در واقع بخش عمده ای حکومت امروز اصلا انتصابی شده در سال 57 هیچ قراری اینها نداده بودند که نهادها انتصابی خواهد بود به تدریج نهادهای انتصابی گندهتر و گندهتر و نهادهای انتخابی لاغرتر و لاغرتر و بی‌خاصیت‌تر شدن در جمهوری اسلامی این اختیارات رو من معتقد نیستم که نباید باشه مقامات اجرایی باید این اختیارات رو در یه حد و داشته باشن اما در شرایط بسیار استثنایی باید از این اختیارات استفاده بشه این دیدگاهی که من نسبت به این موضوع دارم در اینجا به جلسه پایان میدم امیدوار هستم که روزها و شبهای خوشی رو داشته باشید